با یاد نام خداوند متعال هموطنان عزیز سلام مثل همیشه بیننده خبرنامه هستید امید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید خدمت هر شود در قضیه دستگیری سه تن از سناتوران میشان که در بندر حیرتان و جرم رشوه رشو ستانی بالفعل دستگیر شدن خب قضیه را خبر دارید که چگونه بوده اما از دیروز تا حال برخی خبرها رسته که ایس سناتور چل هزار دلار نه بلکه یکصد هزار دلار رشوه گرفتن اما وقتی که گیر آمدن اما وقتی گیر آمدن اما وقتی بوده که پیش قسط اول را دریافت میکردن و قرار بوده که ما بقیش کدام هزار دیگه شد کدام وقت دیگه بگیرن من به واقعیت بسیار خوشحال شدم از اینکه این خبر رسید و امیدوارم که درست هم باشه نه از خاطر که این بندگان خدا مرتکب شده باشه نه منظور چیز دیگه است و حتی من آرزو میکنم که ای کاش مثلا یک میلیون دلار رشوت گرفته باشن چرا ای رز میکنم؟ از خاطری که همه قیمت ما مردم بسیار کم شده رو در است. حساب بکنید سه سناتور مملکت کم شخصیت نیستن سناتور هستن اینا با 13 یا 14 هزار دلار بازی بخورند یا که سیر شوند دیگه چه رسد به افراد عادی جامعه ما و شما که خب با 5 هزار افغانی در ادارات دولتی بسیار کارها میشه بکنه از طرف دیگه هموطنهای عزیز دقت بکنید وقتی که سناتور ما و شما بشه با 14 هزار دلار رو بخری آیا نمیشه که با یک لک دلار بسیار چیزهای با ارزشتر دیگر رو از ما و شما بخرند و بگیرند اگر این رقم قیمت ما کم باشه باور بکنید که نفر یک میلیون دلار برش میتن کل مملکت رو سودا خواد کرد خلاصه اینکه که دعا بکنید که قیمت ما بلند بره و حتی در فساد چی؟ سیزه هزار دلار رو امیر با کنار نام سناتور بار که نام سناتور شرم اما یک خبر خوشی دیگر در کنار همین دستگیری سه سناتور که دیروز بود اما امروز هم خبر جالبی برامد که دادستانی کل کشور گفته که چهار تن را در وزارت صحت به اتهام درخواست رشوه از کارمندان این وزارت بازداشت کرده جالبی خبر است که دو نکته است اولی که دولت به خیال این پشت این فساد را محکم گرفته که بسیار جای خوشی است البته بعد از 6 سال حکومت یک حرکتی در برابر فساد طبیعتاً یک سری سوال ها رو خلق میکنه که شاید البته می گفتن که دوره قبلی حکومت شاید ترس میخورده که انتخابات را نکنه به باز از اما خاطر مدارا میکرده لذا حالی دیده که کار خلاص است و دیگه شروع کرده به فاسد جمع کردن برصورت نکته دومی است که نکته دومی خبری است که ای چهارتن دستگیر شده یکیشان احمد شکران عثمانی برادر وزیر صاحب صحت هستند دیگرشان کاوه سرمحزاده پس... بچه کاکای جناب وزیر هستند و سومش هم حامد حمیدی بچه خاله جناب وزیر صاحب صحت هستند و نفر آخرش هم از قوما نیست مونتا از مقربین درگاه جناب وزیر هستند یعنی فریدون سلطانی مشاور ارشد ای وزارت بله با این قضیه فساد و فساد او سه سناتور باید گفت که از دولت گلایه نیست آب و سر... سرچشمه گلالود باید باشه اما حرف آخر این که این مفسدین متهم به پیدا و پناه هستن. یعنی ماهانه از رؤسای ولایتی و رقمی که در بعضی خبرها برآمده از رؤسای ولایتی ساعت ما به صورت منظم پول دریافت میکردن با این حساب قطعا رئیس های ولایتی هم باید مبلغی را ماهانه این مبلغی که به این سه نفر میدادن به این چهار نفر از جایی وصول میکردن دیگه به عبارت دیگر این خانه از پایبست گویا ویران است ببینیم که امور رؤسای ولایتی که رشوه میدادند و اونها از کجا پیدا میکردند اند که دستگیر خواهد شدند اما من آنم که رستم بود پهلوان خدمت هر شود که به گفته رئیس به عمومی امنیت کشور در یک سال گذشته طالبای کرام 18200 حمله را در افغانستان صورت دادند که باید زنده باشید گفت به طالبای کرام از خاطر که رکورد حملات را شکستندند از اون طرف هم طالبای کرام بدانند که دولت ما هم بیکار نیست شما که اجده از حمله را انجام دادید قرار هست که ما تعداد پلیس در کابل را دو برابر بکنیم و در کل افغانستانم هم گویا قرار هست یازده هزار نفر به تشکیل پلیس علاوه شود البته با توافق 21 کشور جهان ببینید این فرصت ایجاد شده و با 21 مملکت دنیا ما مذاکره کردیم تا 11 هزار نفر در تشکیل پلیس اضافه شد که قناعت از دادیم بله من آنم که رستم بود پهلوان 11 هزار پلیس البته به زور 21 کشور جهان خوب خیر مقصد امنیت بیاید دیگه چندان مهم نیست از اون طرف هم گویا یک گروهی تشکیل شده که فقط وظیفش ترور کارمندای دولتی و خبرنگارا و مترفزین قومیست و کسایی که پلتشان دولتی باشه اما طالب های کرام از این قضیه گویا بیخبرن برشک چه گروهی و با چه نامی و در کجا بشنوید از جناب وزیر صاحب وزارت داخله چند ماه قبل یک گرفتاری امنیتی ملی داشتند در او گرفتاری که افراد گرفتار شدند سریحا معترف هستند که ما در ولایت لوگر جلسات داشتیم به نام کاروان عبیده بعد از توافقات طالبا و امریکایی ها ایجاد شد که شما برین افراد متنفذ، پلیتای دولتی، جامعه مدنی و جورنالستا و تمام اخشاری که اهداف نرم هستن و آسانی میتونیم پیدا کنیم و صدای بارز دارن اینا را هدف گذاری کنیم باز به ما انتخاب میکنیم و میریم بله کاروان عبیده دیگه دلتان که پلت دولتی نصب میکنید یا نه و جیم و میموجیم خب خو ایج دیگه هدف زنده هستن اما چرا طالبا باید این گروه ها را تشکیل بده سوال خوبی است جوابش را هم بشنوید چرا تنها اینا به جنگ اکتفا نکردن و چرا این برنامه را هم خصوصا در آخر تشدید بخشیدن علت از است که در, در برنامه کلانی که تس به تسخیر عراضی بود اینا شکست خوردن در سر تا سر افغانستان اینها عملیات های زیاد داشتن و بالاخص به خاطر گرفتن شهر هلمند به خاطر داخل شدن به شهر قندهار اینا برنامه از تمام افغانستان بالاخص از جنوب افغانستان افراد بسیار زیاد و امکانات بسیار زیاد انتقال داشتند ما تانستیم که این حملات طالبان را در فصل جنگی امسال به شکست مواجه بتیم و اینا نتانند که اراضی بیشتر را تسخیر کنند و با متقبل شدن تلفات بسابقه و سنگین بلخص در هلمن و در قندهار اینا به عقب زده شدند و دست به تورای هدفمند در کابل و خبرساز با پیش آوردن بله وقتی که شرایط سخت باشه طبیعتا هر کسی باشه دست به هر کاری خواهد زد به قول معروف قافیه که به آید شاعر حتما به جفنگ آید دیگرش به یک طرف نمی که چرا طالبای کرام این موضوع تشکیل گروه عبیده را کاملا رد کرده و زبیه الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که حمله به غیر نظامیان و فعالان مدنی و رسانه‌ای در دستور کار این گروه نیست خلاص گدودی دیگه از جهت دیگه هم اگر که دقت بکنیم همی که تروریست های گرامی به این مرحله و به این توانایی رسیدن که فکر میکنند و طرح و پلان خود ارزیابی میکنند و میتونن که تغییرات لازمه رو در همون استراتژی بیارن خودش نشان دهنده بسیار چیز هاست. امید که دولتی های عزیز هم یاد بگیرن یک تغییرات رو استراتژی های بیارید که شاید یک تغییری در وضعیت امنیتی بیاید البته تغییرات را گویا می آورند. اما بزرگوارانی هستن که نامشان را سناتور میگذارین وکیل میگذارین زورمن میمانین همین ها مانع اصلی هستن و در کنار صد البته مشکل بزرگتر افسران و ساتنمنان فرمایشی بشنوید از درد دلهای وزیر صاحب داخله سناتور سایبای محترم هیچ کسی در وزارت داخله با در نظر داشته کم بوده که ما در تشکیلات خود داریم به نام بی نداریم ما افسرا و ساتنمنای فرمایشی داریم مثلا تعیین میشه در ولایت لوگر مدیر جنایی خروا مداغه، یا حضو بینترول منطقوی نیجا یا تعیین میشه در یک جای دیگه یا مدیر لوجستیک میشه در بروزگان یا آمره دیگه اینها وقتی که تعینات خودم میبینن خوششان نمه میرن به شما مراجعه میکنن و میگن که مرا در اینی جا در کندک دروازه کابل در طوله نمبر دویش نصب کن و تنها در دورم نه در لوگر در وردک ما افسر کم داریم تا همو جزامت نمیکشن کشن اما یک آدم دیگه میگه که من ده سال است که در فلانی ولایت خواستم افتادیم او آدم اینه میخواد نداره که پیش یک کس بره و یک افتخواه کنه ایمیا مخته شدن یک قشر شاید صد نفر نباشه در پلیس بله خود شما قضاوت بکنید که چگونه امنیت گرفته شده با این رقم نازدان هایی که در پلیس داریم اسکر هستی هر طرف که قمنده شدی تنها باید بگی چشم صاحب یک سلامی هم بدی البته با تمام احترام به بدنه اصلی نیروهای امنیتی و پلیس عزیز خب بر شکل وقتی که سناتور عزیز یا وکیل گرامی عریضه میبره برای جناب وزیر که اینی افسر یا اینی نازدانه را فلان جای مقرر که خب مفت طبیعتا نیست دیگه میشه مفت باشه قطعا نمیشه اینی هم جبران معافات همو افسر و ساتنمنی که قماندان فلان ولسوالی مقرر میشه که در جای دور دست نرمه اما ولسوالی چرا رو به سقوط میره بشنوید شما همیشه شکایت میکنین که پلیس نیست میگن در ولسوالی پینجا نفر پلیس تشکیل داره سی نفرش هست 20 نفرش نیست میگن سناتور صاحبا در هر جلسه بار ما ای این نفر کجاست؟ این 20 نفر پیش هامی های قماندان امنی است از موتر رنجرش گرفته تا سلایش تا نفرش میگه من تو را اینجا نگاه میکنم دیگه نمی فکر فکرت باشه یک نفر از باز با ما بتی دینامی کابل موتر رنجر اولسوالی شما استاد است خاطر خاطر که او قومندان اولسوالی پت کرده خودش روان کرده. ایش تای مراحل اسنادی هم نشده. حالا هر روز من اولسوالی از کجا بروم که او را خودش در کجا با کی داده؟ بله، یه هم از رشوه های جدید است که نیمی از اسکرش را باید رشوه بتا به جناب واسطه کننده. هشت تا یک هزار نفر پلیس را جمع کردند که جایی که ایفای وظیفه در همون ولسوالی های محولشان بکنن گارد خانه و تعقیبی سناتور سایبا بودن البته سناتور سایبا از خاطر میگم که امروز جناب وزیر داخله در مشران و جرگه صحبت میکردن و روی سخنشان طبیعتا سناتور سایبا بود خب شما با این وضعیت انتظار دارید که امنیت کابل خوب باشه بگذاریم از این خبرها ببینیم که در دیگر گوشه دنیا چه خبر است مشکلات دیگه مردم و دیگر کشورها چیست خدمت هر شود در جرمنی ازاداری و سوگواری یک قوی عاشق تمام مشکل یک مملکت شده و حرکت 23 قطار در کشور آلمان به تعویق انداخته چطور؟ خدمت هر شود که دو قو یعنی یک جفت قو روز قبل از کریسمس در اطراف همی راه آهن در حال پرواز بوده و گردش میکردن که ناگهان سر یک از اونها به لاین‌های های برق سر ریل ها بند میشه و همونجی می و باعث میشه که جفت دیگرش در همون محل برای چند روز بشینه و حرکت حرکتی از خودش نکنه و این باعث اختلال در رفت آمد قطارهای مسافر بره شده. البته در نهایت پلیس گویا با تجهیزات مخصوص جسد امو قوی مردر از روی ریل های راهن پس میکنه و همو قوی سوگوار هم به دریاچه که از او آمده بودن منتقل میکنه اما بر شکل مشکلی بود بسیار کلان در جرمنی که سرتیتر اخبار شده بود بله عشق گوهر است که بخشیده شده است به همه اما وفاداری و عشق کار هر کسی نیست امید که همه ما و شما عاشق وفادار بمانیم اما ما و شما خدا دیگه بگین دیگران چه مشکلاتی دچار هستند و ما چه مشکلاتی با فیسبوک در خدمت شما هستیم از زکریای حسنی شروع می‌کنیم که با کنایه به برخی از مسئولین حکومتی که پاسپورت دوگانه دارند و خانه و زندگیشان جای دیگری است نوشتن وقتی خانه و خانواده در یک کشور باشد و بیزنست در کشور دیگر نتیجهش می شود مقام های افغانی و وضع کنونی افغانستان محسن رزمجو نیز با نشت چهار موتر که دارای نمبر پلیت دولتی یکسان هستند یعنی هر چهارشان 314 است و گویا همگیشان هم پلیت برخ را دارن نوشته کردند که تمام عوامل ناامنی ها و اخلال نظم اجتماعی که دامنگیر مردم ماست از دست همین وکلای پارلمان است خب بگردیم ببینیم که کدام وکیل نازنین است که پلیت 314 رو در بلخ میگردانه عکس خبری ببینید کارکاتور زیبا هم تقدیم شما افتخار بود همراهی با شما در خبرنامه